سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. میخوام توی این ویدیو راجع به پروتز لب صحبت کنم، هر چیزی که باید راجبش بدونید و مطمئنم که روی تصمیم گیریتون برای انجام دادن یا ندادنش خیلی میتونه تاثیر بذاره. مثل همیشه اگر به موضوعات پوست و سلامتی زیبایی علاقه‌مندین، چنل یوتیوبم رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت از من بپرسید. بچه‌ها، یکی از جذابیت‌هایی که اکثر خانم‌ها ممکنه برای خودشون ببینن بس پروتز لب هستش که به خیلی از افرادی که مخصوصا کسایی که لب‌های بسیار کوچیکی داره اعتماد به نفس خیلی بالایی میده. خب اول بذارید یه تعریف کلی در مورد پروتز لب داشته باشیم. پروتز لب نوعی عمل برای بزرگ کردن دائمی لب هاست که جز عملهای زیبایی محسوب میشه، لباتون رو قوی‌تر میکنه و برای خیلی از افراد باعث ایجاد اعتماد به نفس بهتر میشه. ما دو نوع پروتز داریم، یکی از نوع سیلیکونه، یکی از نوع پلیتت و فلور واتیلن که اینا هر دو نوع پروتزش بی خطره. خب که توی سال 2002 یه مطالعه حیوانی انجام دادن و متوجه شدن که اگر که از این دوتا استفاده کنن به لب انسان خیلی نزدیک داره و باعث ایجاد حساسیت و مشکلات دیگه نمیشه. مزایاش چیه؟ خیلی خوب بهتون گفتم، وقتی که مثلا اعتماد به نفسشون بالاتر میره و کیفیت زندگیشون خیلی تاثیر میذاره، لبهاشون خیلی زیباتر میشه و خب زیبایی خاص خودش داره. روش های پروتز لب به دو روشه، یا به وسیله یه پیوند بافته که تو این روش پزشک از کاشت پوست ناحیه تحتانی معده برای پر کردن لب استفاده میکنه، یا پیوند چربیه که از شکم چربی شما استخراج میکنن تا یه فرایندی اونو جداسازی میکنن و در نهایت برای پر کردن لباتون ازش استفاده میکنن. بعضی از پروتز لب و موقت، بعضی هاشون دائمی هستش. پروتز موقت یکی از کم خطرترین روش ها هستش، یه مدت زمان مثلا 6 ماه تا 1 سال میمونه و بعد از اون دیگه کلن از بین میره. از بین میره یعنی که دیگه خیلی حجمش کمتر میشه، حالا 100% تحلیل نمیه. بعدی پروتز دائمی لب هستش برای افرادی که میخوان لباشون به صورت دائمی بزرگ باشه که متاسفانه موجب عفونت لب و خیلی وقتا بی‌حسی لب و مشکلاتی که مربوط به لبها میشه ممکنه به وجود بیاد، مثل عدم تقاون توی لبها یا از این دست. کسایی که مثلا عفونت های تبخالی دارن یا مبتلا به بیماری لوپوس هستن یا سیستم ایمنی ضعیفی دارن به هیچ عنوان نباید پروتز استفاده کنن. شما اول از همه برای انجام پروتز لب یه سری مراحل داره. اولش آماده میشید برای جراحی، که مثلا اگر سیگار میکشید داروی رقیق کننده خون مصرف میکنید، از شما خواسته میشه قبل از جراحی این کار متوقف کنید. یا مثلا اگه تبخال میزنید از داروهای ضد ویروسی بهتون میدن که این موضوع قبل از جراحی باید انجام میشه. یه برش انجام میدن تو هر دو سمت گوشه دهانتون، یه گیوه داخل برش ها وارد میکنن، گیوه باز میشه و پروتز کلا وارد میشه. تقریبا هم کل این جراحی 30 دقیقه طول میکشه و بعدش هم خیلی راحت میتونید برگردید خونه. مدت زمان بهبودیش معمولا بین 1 تا 3 روزه. خیلی ها هستن که بین 7 تا 14 روز بعد از جراحی هنوز علائم دارن که حالا شما باید تو این پروسه از کمپرس یخ برای کاهش تورم و کاهش جای زخم معمولا باید استفاده کنید. عوارضش چیه؟ بچه ها، عوارضش خونریزی، عفونت، ممکنه که آلرژی داشته باشید به ماده بی‌حس کننده که اینها خودش ممکنه براتون داستان بشه. پروتز لب اگر سوزنتون نامناسب و خیلی بزرگ باشه معمولا همراه با درده، اما اگر که سوزنتون کوچیک باشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. نکات مهم من بعد از جراحی یکی این که تا 48 ساعت نباید فعالیت سنگین کنید
تا جایی که ممکنه باید از بالم لب استفاده کنید که لباتون کاملا مرطوب باشه و دچار خشکی لب نشید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، برای عزیزانتون بفرستید. هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت هم بپرسید.